سلام به همگی، امروز میخوام یه کاری کنم که فکر نکنم تا حالا انجام شده باشه. کلا میخوام ریاکت کنم به پادکست بهزاد لیتو و علیرضا جی جی. اولین بار هم هستش که این دو نفر با هم توی پادکست هستن، اگه اشتباه نکنم. از کانال کیه؟ از کانال علیرضا جی جی. من فکر کردم بهزاد لیتو پادکست داره درست میکنه، پس چرا از کانال عریض و جی جی پخش میشه؟ کاری نداریم، بریم ببینیم چطوریه. یو یو جی جی، حالا چطوره؟ خوبم، تو خوبی؟ چرا میخندی؟ یه مدلی که اومدی تو خیلی اکشن بود. اکشن هم دیگه، فکر کردی چی؟ پس داریم پادکست ثبت میکنیم، میخوایی مثلا بگم سلام عریض جان حالت چطوره؟ حاجی چی شد اصلا اومدیم پادکست؟ میخوام سرعتش رو یکم بیشتر کنم، من اصولا با سرعت بالاتری گوش میکنم. ما پادکستی نبودیم. خیلی باحاله. باحاله نه؟ ادیکتیوه. خیلی ادیکتیوه. من با سپر که گرفتم اصلا اینجوری بودم که میخوام هر 2 ساعت بشینم پادکست ثبت کنم. خیلی اعتیادآوره. پادکست ثبت کردن اعتیادآوره. هیچی، پادکست نگاه کردن هم اعتیادآوره. ببین من دوست دارم، نمیدونم، داشتم اتفاقا سر این چنل یوتیوب هم داشتم فکر میکردم چی درست کنم که مردم خوششون بیاد. و این روزا دیگه همه به فکر چنل یوتیوب هن. غیر از این که درآمدزایی داره، کلن خیلی کار باحالیه. یه عده میشینن نگاه میکنن. فقط رقابت که زیاد میشه دیگه باید بشینی بیشتر کار کنی رو ایدهایی که داری، که یکم پولیشتر باشه کاری که داری انجام میدید. بالاخره شنونده با تو رو بین بقیه انتخاب کنه دیگه. مدل خودم باشه، چون مثلا کارهای خیلی فانه اونطوری خیلی مدل من نی بلد نیستم مثلا. ولی پادکست باحاله. تو میخوای پادکست هم درست کنی؟ مثلا من میخواستم یه سری برنامه درست کنم راجع به کارهای قدیم و مثلا چه میدونم ورسایی که فرق داشته بذارم و میدونی. آها، بکن این کار رو دیگه بابا. من کلا دنبال اینم که کارهای قدیمی رو بررسی کنن، هیچ کی این کارو نمیکنه. میدونی خوبیه یوتیوب چی؟ حالا هم خوبی هم بدی اینه که مثل بعد بهش مثل یه مثلا درست کردن واقعا یه پروژه نگاه کنی. یعنی اینجوری نیست که مثلا فقط میکروفونو بذاری و مثلا دورینتو بذاری شروع کنی همینجوری حرف زدن. باید قشنگ بنویسی که چی کارا میخوای بکنی، یعنی باید پلان کنی. آره. من قدیم فکر میکردم که نه مثلا خیلی باید فلبداهه باشه، ولی الان فهمیدم که واقعا باید اصلا قشنگ بنویسی چی کار میخوای بکنی، همه چیت باید درست باشه. خیلی سخته ولی حال میده. چیز بعد شبیه فلبداهه باشه، مردم نبفهمن که برنامه‌ریزی شده است. ولی او عجب حرفی زد، گفت شبیه فلبداهه باید باشه. هوشمندانه بود. باشه. یعنی آهنگم باید همینطوری باشه. باید یه جوری باشه که انگار مثلا خیلی ریلکس آهنگ رو درست کردی و مثلا زیاد فکر نکردی دربارش، ولی در واقع خیلی زحمت کشیدی باش. آره. بالاخره تا یه حدی باید اسکریپت داشته باشی، بدونی که چیکار می‌خوای بکنی. یوتیوبو، درست کردن فیلمو، جیمو، یا تو جیمم یا دارم یوتیوب ضبط می‌کنم، دارم ریکورد می‌کنم از این داستانا. دیگه نشسته پای یوتیوب قشنگ. به جز این ستا هیچی گیم میزنی هنی؟ بذار بگیم تیم ملکیه. خیلی باحال. چیز مثلا نمیگی بعضی وقت پلی‌استیشن بازی میکنی؟ آه جه جه، یاد بده آهنگار چطوری میسازی اینا رو، بیخیال. شب مثلا 3-4 ساعت بازی کنم، بیشتر شب بازی میکنم. اگه بخوام تو روز بازی کنم تمام پروداکتیویتی آدمو میگیره، چون دیدی چقدر انرژی میبره که، یعنی هی میخوای تو بازی کنی. حال میده، حال میده. مثلا موافقم کارهای سختو بذاری اول روز انجام بدی که دیگه تنبلیت نگیره. خیلی حال میده، ولی شبا باید بازی کنی. آره من زیاد ذوق غذا ندارم. نیستم آدمایی که ذوق غذا ندارن. خیلی من که عاشق غذا. آره بعضیا مثلا خیلی براشون مهم نیست غذا چی میخورن. من خیلی مثلا جهان جدیدن صبح پا میشم ویتامینمو میخورم، آب سیب، جینجر، همه چی فرش، همه چی مثلا ارگانیک فلان. تو الان جدیدن خیلی من دیدم به خودت میرسی. قدیم یکم شل کرده بودی الان، ولی آره قشنگ ورزش هم میکنی نه؟ آره وقتی کاپلی یه ذره ول میدی خودت دیگه، ولی وقتی دیگه کاپلی نیستی میخوای شاین کنی همه ببیننت و برسی خودت. با این فرمون بری جلو همیشه باید سینگل باشی دیگه. یکی از دلایلی که من سینگلم شد همینه. این بده. بعد از سپر از این ساوند افکت ها بگینیم. اون دیگه حرفه‌ای شده. ساوند افکت میزنه، دکمه میزنه. دیدی پادکست منو سپر راجب تو حرف زدین جو که تایلندتون یا اون اوزن یو یاد اونقدر نمیشناسه. ولی فرویو 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 تو اینجا تو کانادا بهش میگن فرویو. انقدرم جوی. Let's have some فرویو. فرویو یو 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 let's have some فرویو برو. آره اینجا جواب گیرن اصلا همینجوری حرف میزنن. ولی مثلا همیشه که ما از بغل این پینک بری رد میشدیم علیرضا این آهنگ رو میخون. اند آهنگ بدین بخون برامون. میشه بخونی برامون؟ وای صدا نه 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 با اون صدا میخون که ببینن. نه من صدا هم از اون همیشه همطوریه، میدونی که اینایی که میخوان جی رادیو حرف بزنن. آره خیلی
خوش اومدید به برنامه ما. سلام. آره، بدترین چیزی که یه پسر بهت گفته چیه؟ یعنی چی؟ چه نه بهتر نگم چون ممکنه وزن بگم. چی؟ یو برای سر این قضیه بدترین چیزی که پسر بهت گفته چیه؟ بعضی وقتا مثلا دیدی میگن مثلا داداشو مثلا یه سری، ولی از این کلمه ها هست که نمیدونم خیلی ها عشقم قربونت برم فلان، نمیدونم چرا مثلا پسر عشقم داداشم ستون سلطان ستونم ستون دنگ و فنگ عشقم، من نمیدونم چجوری پسر رو به هم میگن عشقم، یه جوری نیست یه سری جاها باید چرا، ولی همون سهراب میگفت عشقم یعنی عاشقتم فلان، ولی یه سری جا دیگه باید بگی دیگه نمیشه نگی دیگه. من خیلی انتی سوشال شدم فکر کنم بلد تو خیلی آخه آره تو یکم چیزی یکم دوست دیگه عشقم. عشقم چیه او عزیزم هم نباید بگی تو من چی میگم معاشرت قربون صدقه ای بلد نیستم تو ماشا برست خیلی همه میپرسن میگه سپیده میخوای میخوام هیتر جی جی فلان و اینا خیلی همه میپرسن آقا مثلا لیتو با سپیده داستان داشته و اینا نه که الکی بود همه اینا دیگه به نظرت بگیم داستانی بوده یا نبوده شوگر مامیت بوده شوگر مامی بوده سپیده شوگر مامی نه ولی واقعا نبوده دیگه آخه چه سوالی یعنی چی مثلا میشه اتفاقای عجیب تر افتاده تو دنیا این بده این بده علکی بوده همش آقا راست میگم سپیده یا بذاری خواننده زن دیگه بگم سپیده یا گوگوش واسه چه کاری فیت یا گوگوش چرا او هش نه بعد بیتش هم یادته اون پسر زده بود بعد ما رو واقعا خودش نزده یادمه یادم اون تابستون بود نه زمستون اون زمستون ها یادم نمیره فکر کنم پاریس هم بودیم چقدرم حال که چقدرم حال و یه سری بیت بیت میفرستاد بعد من یادم سورا گفت ببین اگه بیتاشو واقعا خودش زده بود که الان با دکتر جوی کار میکرد فرقی بود چون اون سه چهار تا بیتی که بعدا ازش علیرضا پخش کرد و علی مجید گفته بود که با دکتر جوی علی مجید گفته بودش که خودش زده بیتاش خدا بود یعنی عالی بود بیتای خفن و همش از این سمپل پک ها بود که چی شد پسره؟ خبری یادش نمیاد. ترکونده الان همش داره ترکونده همش کنسرت میزنه. الان همش داره کنسرت میزنه. یک دو تا کنسرت ما هم داریم بزودی. سوئد و آمر تو آره سوئد و دیگه سه شده. چه جوری کیفیت تصویرشون اینقدر بالاست؟ اسکایپ که شاید اسکایپ یا نمیدونم. 1080 آخه فول اچ دی. اینو باید یاد بگیرم چه جوری همچین کاری میکنن. تو فیلمی خیلی نیستی من نه خیلی نه مثل قدتون نه تاپ 3 فیلم ها چه تاپ 5 یا تاپ 3 خیلی سوال سختیه ولی اینسپشن فایت کلاب بگین تو رو خدا مثلا علیرضا جی جی میدونم فایت کلاب دوست نداره اینسپشن بتمن دارک نایت خیلی کلا بتمنایی که کریستوفر نولن درست کرده بودن آره اینا ولی اینطوری نیستش که مثلا فیلم کریستوفر نولن رو ببینی بعد مثلا ایده بر آهنگ به سرت بزنی چی باید ببینیم که ایده بیاد تو ذهنمون علی رضا تو رو خدا بهمون بگو بله چی میگم چی بیشتر چه فیلمی مثلا این کار میکنه تو میگی مثلا فیلمای یه ذره آرتیستی تر فیلمای قدیمی تر فیلمایی که مثلا میبرت توی دنیای دیگه میدونی چی میگم یعنی منظورم مثلا چون فیلمایی که مثلا در 60 درست شده که مثلا یه تایم دیگه رو داری میبینی یه آدمای دیگه رو داری میبینی بعد میگم گیتاری دره 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 تو آلبوم تیکرشه تو آلبوم تیکرشه تیکرش امروز 10 سالگیش بود یادت تو دبی تیکرش رو میذاشیم گوش میکردیم تو ماشین من بهنزه بود سخف باز میکردیم یادش آقا من چند تا سوال داشتم از علیرضا یه پیامی داشتم دیدی سفر آقا من میدونی که اصلا میس کردم این پیام اینقدر معروف شد اینا جدی همش این ور اون ور بودن چجوری میشه دبی باشی فرانسه باشی من همچین وضعمون بدم نیست ولی اینا دیگه وضعشون چجوریه اصلا نمیدونستم چیه هی میگفتم چرا بهم گفتم چرا بهت میگن پیامبر رپ و اینا یعنی چی بعد دوزانیم افتاد چون مثلا نیده یعنی در حد مثلا دیده بودم چیه ولی اصلا نمیدونستم چه انقدر گنده شده تیشرت خیلی. چون مثلا تنگ بازی و جم کن و اینا آهنگای مثلا بود یه دو روز کار دو روز روشون کار کرده بودم میدونی سایت پروژه بود پروژه خفنا رو همش جمعی کار می‌کردی تو تنگ بازی و دو روزه کار کردی اون همه ایهام دعوت کردم بر همین خیلی خوشحالم که اولین آهنگی که واقعا تکی کار کردم و همه کارشو کردیم و فلان و اینا جواب داد یعنی خیلی اعتماد به نفس بهم داد ایوه خیلی خیلی باحال شده چند تا ترک داره هنوز معلوم نیست 10 تا 10 تا اینا درصد دوزیه بچه ها عمرن آلبوم جی جی تا آخر ژانویه بیاد نه چرا تا آخر ژانویه 2022 شاید ولی امسال امکان نداره شرط میبندم میخوای شرط بیا شرط بمنی وایسا شرط بمنی شرط چی اگه من بردم باید توی اینستاگرامت بنویسی بزیله خفن ترین رپر ایرانه اگه تو بردی نوشتم جی جی خفن ترین رپر ایران اوکی آخر ژانویه اوکی دیل دیل بیا بچه شما شاید آخر ژانویه 3 ماه دیگه فکر کنم آره ایوه اوکی آقا یه دو تا سوال دیگه من دارم بعد دیگه بریم برای پارت 2
بدترین آهنگ من خب میتونه با چون آهنگ تکی ندارم خیلی آهنگایی که با بقیه هم بوده جز بشه. من خودم آهنگ تازه شروع زندگی اون رو خیلی بدم میاد. اون رو خیلی ها بعدشون میاد، اصلا افتضاح بود اون آهنگ. من تعجب کردم وقتی اون همه آرتیست نشستن پای کار، فکر کنم بعد از خدافزیشون بود تازه شروع زندگیمونه. بعد دیدم که نه اصلا آهنگه به درد نمیخوره، نه ملودی درست حسابی داره، نه بعد هر کسی یه چیزی داشت میخوند، یا مهراد اون وسط با گیتار میخوند، انگار هر کسی یه کاری داشت میکرد رو ترک. همه جا هم گفتم تو به نظرت بدترین آهنگی که من توش بودم چیه؟ حالا جدا از اونایی که خیلی فریستایلی بود. آخه من اون فریستایلی ها رو مثلا اونقدر دوست نداشتم. نه خب اونا رو ندیگه، اونا چون واقعا لجن هم مثلا دوست نداشتم. خب اونم حساب نمیشه. من تو پارت یکم قراره تو چنل جی باشه، پارت دو چنل من. آره. پارت دو رو ویاشو بیشتر کنین که این الان یه پارتش بود تازه، یعنی برم اونور بقیه‌شو ببینم. ای رضا اگه تونستی با سامان هم یک پادکست بگیر. با سامان بگیری که عالی میشه اصلا. سامان رو کلن بیشتر ببینیم عالی میشه. پس کو پارت دوش نیستش که تو کانال بهزاد لیتو. نیستش، آپلود نشده. خب تموم کنم ویدیو رو دیگه، خدافظ.